استقبال بین المللی از فراخوان سازمان جهانی بهداشت برای ساخت واکسن و شکست کرونا. آیا در غیاب آمریکا می توان انتظار نتیجه ملموس از این حرکت داشت؟ از میهمانان برنامه می پرسیم که این سازمان در کنترل جهانی کرونا چقدر مقصر است و آیا جایگزین دارد؟ همچنین در ادامه این برنامه، ثبت مرگبارترین هفته برای غیرنظامیان افغان با 34 کشته، حدود 100 سرباز هم جان باختند. بهای صلح چقدر است؟ اکبر الله اکبر. ناکامی ایران در قانع کردن عراق برای بازگشایی مرز. بعضی از ناظران میگویند بغداد به بهانه کرونا در پی کاهش نفوذ ایران است. و 40مین سالگرد عملیات کماندویی آمریکا برای نجات گروگانهایش در ایران، مأموریتی که شروع نشده تمام شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. شماری از رهبران جهان در پاسخ به فراخوان سازمان جهانی بهداشت بر حرکت بین المللی برای مبارزه با ویروس کرونا تاکید کردند. رهبرانی از بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آفریقای جنوبی، مالزی و چند کشور دیگر. آنها توافق کردند که در جهت ساختن واکسن و داروی کرونا و آزمایش ابتلا به آن هماهنگ عمل کنند. اولین تلاش چشمگیر بین المللی برای شکست کرونا در پهنه وسیع. ولی حالا که کشورها بیشتر از قبل بر همکاری بین المللی تاکید میکنند، یک مشکل بزرگ در میان است. سازمان جهانی بهداشت به عنوان بازوی سازمان ملل متحد در زمینه تأمین سلامتی ملت‌ها مورد خشم رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفته. آیا میتوان بدون مشارکت آمریکا به تلاش سازمان جهانی بهداشت برای مهار این ویروس هولناک امید بست؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کاوه مشکات. امروز از دولتم میخواهم تا کمک‌های مالی به سازمان جهانی بهداشت را تعلیق کند تا درباره نقش سازمان جهانی بهداشت، مدیریت غلطش و سرپوش گذاشتن روی شیوع بیماری کرونا بررسی شود. ما از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای تعلیق کمک‌های مالی به سازمان جهانی بهداشت متاسفیم. با حمایت مردم و دولت آمریکا، سازمان جهانی بهداشت برای بهبود سلامت بسیاری از مردم فقیر و در معرض خطر جان تلاش می‌کند. سازمان بهداشت جهانی از خاکستر جنگ جهانی دوم متولد شد. جنگی که مانند کرونا جهان را برای همیشه تغییر داد، ولی باعث تشکیل سازمان ملل شد. جهان پس از جنگ به دنبال جهانی شدن بود. سازمان بهداشت جهانی در سال 1948 هدفی آرمانی داشت و آن دسترسی همه مردم جهان به بیشترین امکانات بهداشتی و درمانی بود. یکی از دستاوردهای تاریخی سازمان بهداشت جهانی ریشه کنی بیماری آبله است. بیماری که تا پیش از آن باعث مرگ میلیون ها نفر در سراسر جهان شده بود. در اواخر دهه 50 و اوج جنگ سرد، سازمان بهداشت جهانی اتحاد جماهیر شوروی را قانع کرد که 25 میلیون واکسن آبله تولید کنند. واکسن هایی که وظیفه توزیع آن را سازمان بهداشت جهانی بر عهده داشت. آمریکا هم میلیون ها دلار به برنامه واکسیناسیون آبله کمک کرد. 20 سال بعد دیپلماسی و مدیریت سازمان بهداشت جهانی نتیجه داد و جهان در سال 1979 ریشه‌کنی آبله را جشن گرفت. این سازمان امروز بیش از 70 سال دارد. این نهاد سه وظیفه اصلی برای خود تعریف کرده: دسترسی به امکانات بهداشتی، محافظت در مقابل اپیدمی و شرایط اضطراری و تضمین دسترسی به امکانات بهداشتی. بحران کرونا شباهتی به اپیدمی‌های دیگر ندارد، ولی رابطه سازمان بهداشت جهانی با دولت چین بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین است. گروهی این نهاد را متهم به پذیرفتن اطلاعات غلط از چین می‌کنند و می‌گویند خیلی دیر وضعیت اضطراری اعلام کرده. در میانه بحران کرونا، سازمان بهداشت جهانی بیش از هر زمان دیگری هدف انتقاد قرار گرفته. نقش این سازمان کمرنگ شده.
بعضی از کشورها ساز خود را می‌زنند و همین زنگ خطری است برای کنترل کرونا. ما بر این ویروس پیروز می‌شویم تنها اگر نیروهایمان را جمع کنیم و اتحاد قدرتمندی تشکیل دهیم. مسئولان بهداشتی این کار را انجام دادند و آلمان هم آماده حمایت تمام و کمال از این تلاش هاست. سازمان بهداشت جهانی مانند دیگر نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل متحد نیاز به تغییر دارد، ولی این روزها جهان بیش از هر زمان دیگری به این نهاد برای کنترل کرونا نیاز دارد. شاید مشکل اینجاست که سازمان بهداشت جهانی نهادی جهانی است، ولی همه کارکرد جهانیان را قبول ندارند. کاوه مشکات، بی بی سی. دکتر سینا باوری، مشاور سازمان بهداشت جهانی در مورد بیماری کووید 19 از فردریک مریلند با ماست. آقای دکتر باوری بنیانگذار و رئیس دایره پژوهش شرکت مشاور اچ بایو اینویشن هم هستند. آقای دکتر، قطع حمایت مالی آمریکا که مدتی است اعلام شده، آیا لطمه‌ای به سازمان بهداشت جهانی زده؟ امیدوارم که آقای دکتر باوری صدای من رو بشنوند. آقای دکتر، من ازتون پرسیدم که مدتی است آقای ترامپ اعلام کرده که کمک مالی به سازمان بهداشت جهانی نمی کنه. این تصمیم آمریکا چقدر به این سازمان بین المللی لطمه زده؟ همونجوری که شما میدونید سازمان بهشتی دنیایی این تمام کارهایی که انجام میده از پولش که همش از جای دیگه میاد و آمریکا یکی از دولت‌هایی است که بیشتر در 130-140 میلیون دلار WHO رو از اونجا پول میاد و موقعی که آمریکا پولش میکشه بیرون، این بالاخره یه خیلی فشار میاره به WHO، بعد اینا نمیتونن واقعا کارهایی که با انجام بدن داخل مثلا آفریقا، ایران، افغانستان، پاکستان و کشورهای دیگه به اونا سم حسابی به اونا به فشار میاد. بالاخره فقط هم اون کشورها نیست، WHO یا سازمان جهانی بهداشت 6 تا اداره منطقی داره که یکیش در آمریکاست، 150 تا دفتر محلی داره. خود این سازمان در آمریکا تشکیلات مفصلی داره، تکلیف اون چی میشه؟ اونا هنوز بالا معلوم نیست الان، برای اینکه همونجوری هم که شما میدونید WHO داخل آمریکا هم خیلی از کاراش انجام میده، بعد الان درست معلوم نیست که چه اتفاقی میفته. البته که ترامپ هم پرزیدنت ترامپ هم حرفی زده که میخواد پولا رو قطع کنه، ولی حتی داخل آمریکا هم خیلی آنچنان دنبال این نیستن که همه تقصیرهای WHO بوده به خاطر کرونا ویروس و هنوز معلوم نیست که چه اتفاقی میخواد بیافته. حرف آقای ترامپ اینه که اگر سازمان جهانی بهداشت کارش رو درست انجام داده بود، وضع دنیا این نبود. شما مشاور اون سازمان هستید، چقدر این انتقاد رو میپذیرید؟ به WHO نگاه کنیم مثلا یه چراغ قرمز، درست؟ و اگر که یه ماشینی بیاد رد بشه از چراغ قرمز، نمیتونی برگردین که چراغ قرمز رو بزنید. این تقصیر ماشینی بوده که رد شده. یعنی اینکه اگر که چین مثلا چیزایی میدونسته و به سازمان نگفته بوده، نمیتونه بگه که واقعا تقصیر سازمانه. و اگر که سازمان WHO میدونسته که مثلا همچه اتفاقی افتاده بوده و چیزی نگفته بوده، بعدن میشه مثلا بگه که آره این تقصیر WHO بود، ولی الان فکر نکنم کسی بدونه که واقعا این تقصیر WHO بوده. رهبران بعضی از کشورها دیروز در نشستی شرکت کردند، از راه دور بود، توافقهایی با همدیگه کردند. حرف اصلی این بود که باید به همدیگه کمک بکنیم که اول یک واکسن پیدا بکنیم، بعد هم اگر بتونیم دارو پیدا بکنیم و بعد هم با همدیگه هماهنگتر عمل بکنیم. نبود آمریکا چقدر کار رو سخت میکنه؟
بستگی داره که دولت آمریکا راجعش داریم صحبت بکنیم، یا اینکه تمام داروها یا اینکه واکسینایی که آمریکا داره درست میکنه راجعش داریم صحبت بکنیم. و اگر که چون که بیشتر کمپانیایی که الان روی دارو و یا اینکه واکسن کرونا وایرس الان کار میکنن خیلیشون آمریکایی هستند، و اگر که آمریکا جلوی اونا رو بگیره کار خیلی خیلی مشکل میشه، و من فکر نکنم که آمریکا همچی کاری را واقعا بخواه انجام بده. و بعد در نهایت خود آمریکا الان بیشترین تلفات رو داره میده، بیشترین خسارت رو داره از ویروس کرونا متحمل میشه. تا چه اندازه این تصمیم آقای ترامپ در آمریکا یک تصمیم درست و یک نگرانی موجه تلقی میشه، تا چه اندازه گویا این که میخواد تقصیر رو بندازه گردن حالا نهادهای بیرونی از جمله سازمان بهداشت جهانی؟ خب میدونی که همیشه موقعی که یه اتفاق اینجوری میفته همه دنبال کسی میگردن که بگن که تقصیری بوده، درست؟ و الان همه دارن نگاه میکنن به WHO، ولی کم کم موقعی که بر میگردن نگاه میکنن که ببینن که چه اتفاقایی واقعا افتاده بوده، بالاخره این میاد بیرون که واقعا WHO تقصیرش نبوده اینجا، این کسی این چیزی بوده که اینجا وسط همه بوده. مثلا اگه که چین چیزایی میدونسته که به WHO نگفته بوده، این دیگه واقعا تقصیر WHO نیست، و اینا فکر کنم کم کم خودشون همشون میان بیرون. ممنونم از دکتر سینا باوری، مشاور سازمان بهداشت جهانی در مورد بیماری کووید 19 از ایالت مریلند با ما. مهدی نوربخش، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا آمریکا، هم از شهر هریسبرگ با ما هستند. آقای دکتر نوربخش، رابطه این سازمان ها، سازمانی مثل سازمان بهداشت جهانی، با دولت ها به چه شکله؟ به این مفهوم که آیا مثلا اعمال نفوذی که گفته میشه چین بر روی این سازمان کرده چقدر عملیه؟ والا من با این حرف خیلی، این حرف من رو خیلی، این بحث من رو خیلی قانع نمی کنه. ببینید، سازمان بهداشت جهانی مجموعی هست از کشورهای مختلف. در این بدون شک هیچ تردیدی وجود نداره که دولت چین در ابتدای ماجرای کرونا داده های خودش رو، یه دیتای آمار خودش رو با سازمان بهداشت جهانی شریک نشد. در این هیچ بحثی نیست. اما این گناه در حقیقت گناه سازمان بهداشت جهانی نیست. البته خب در این رابطه باید گفت که کشور تایوان در طول همون مدت به سازمان بهداشت جهانی مرتب اخطار میداده که این آماری که چین به شما میده آمار درستی نیست. به هر بار سازمان با کشوری روبرو بوده که این کشور یک کشور در حقیقت استبدادی است، کشوری هست که مخفی میکنه بسیاری از چیزها رو. اما به محض که سازمان بهداشت جهانی از اون چارچوب بیرون اومده، از نیمه ماه ژانویه بسیار تلاش کرده و به نظر من در شرایط فعلی ضعیف کردن سازمان بهداشت جهانی در شرایطی که هیچ جایگزین نداره، و این سازمان در گذشته دستاوردهای بسیار بزرگی در صحنه بهداشت جهانی داشته، بسیار کار نادرستی هست. اینکه آقای ترامپ، حالا من به اینم بپردازم، بیشترین مشکل رو متوجه سازمان بهداشت جهانی میکنه، به نظر من این کاملا غلطه، کاملا برداشت نادرسته. آقای ترامپ در این رابطه، در این بحران شکست خورده، این بحران رو خوب هدایت نکرده، و به اصطلاح آمریکایی دنبال یه دونه اسکیپ گوت دارد میگرده که یک سازمان دیگه، یک کشور دیگر رو، یا یه تشکیلاتی مثل در حقیقت سازمان بهداشت جهانی رو متهم بکنه به چنین کار. آقای دکتر نوربخش، مدت هاست که این بحثم مطرحه که خیلی از نهادهای بین المللی نهادهایی نیستن که بر اونها نظارت کافی انجام بشه، نه تنها سازمان بهداشت جهانی، مثلا در مورد نظارت بر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، حتی خود سازمان ملل متحد. بر فرض اینکه کسی شاکی باشه، بر فرض اینکه کسی از عملکرد نهادی مثل سازمان جهانی بهداشت راضی نباشه، باید به کجا مراجعه کنه؟ بله، باید اجماع جهانی درست کرد، بعد اجماع جهانی درست کرد و رفت سراغ اصلاحات.
در این هیچ شک نیست که سازمان ملل یک سازمان کاملی نیست، سازمان بهداشت جهانی یک سازمان کاملی نیست، اما اینکه در این زمان، در این زمان بحرانی شما یک سازمان رو گروگان بگیرید، این کار بسیار غلطی هست. گفتم سازمان بهداشت جهانی اگه به پروندهش نگاه بشه دستاوردهای بسیار بزرگی داشته. همین نمونه‌ای که خبرنگار شما مثال زد، نمونه آبله. ببینید شما در زمان اوباما، دولت اوباما هیچ مشکلی با این سازمان نداشته و به هر بار تونستن کارشون رو انجام بدن. گفتم دولت ترامپ یک دولت دیگه است و دولت‌ها به هر بار این سازمان‌های بین‌المللی، همونجوری که خبرنگار شما هم گفت، بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شدن و بیشترین نقش رو در درون این سازمان‌ها کشورها بازی می‌کنن. اینها باید به یه اجماع برسن برای اصلاح این سازمان‌ها، اون چیزی که به نظرشون میاد. ولی خب آقای نوربخش نباید فراموش بکنیم که در زمان مثلا آقای اوباما ما با یک پندمی، با یک بیماری همه‌گیر هم مواجه نشدیم به این شکلی که با ویروس کرونا مواجه هستیم. دقیقاً بحث شما کاملا درسته. این سازمان هم برای سالها در حقیقت با یک پندمیک، با یک پندمیک در حقیقت روبرو نشده بود و شما میدونید، شما بهتر از من میدونید که دولت ترامپ که الان سازمان بهداشت جهانی کوشش میکنه که متهم بکنه، پیش از ماه ژانویه اصلا از دولت اوباما اینها یه دونه منشور، یه پمفلیت داشتن که اپیدمی اگه در آمریکا بیاد، آمریکا رو تحت پندمیک، آمریکا رو تهدید خواهد کرد. این دولت به هیچ کدوم از این گزارش ها گوش نگرفته و از ابتدای ژانویه، ماه ژانویه، حتی زودتر از اون، بعضی ها نیوچرم تازه نوشته دیگه، که مرتب به این دولت اخطار میدادن. اینه که هیچ ربطی به نظر من به سازمان بهداشت جهانی نداره و سازمان بهداشت جهانی داره تهدید میشه، داره متهم میشه به خاطر یک مقدار در حقیقت کوچیک کمکاری که اونم در این رابطه به هر بار خودش رو تصحیح کرده و الان سازمانی هست که داره کارش انجام. شما به اجماع اشاره کردید، از طرفی هم خب یک کشوری صرف نظر از این که حالا اینجا آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست و موضوع آمریکا مطرحه و این طرف هم سازمان جهانی بهداشت، یک کشوری اگر بخواد فرض بفرمایید نارضایتی خودش رو از عمل کرده یک سازمان نشون بده، چه ایرادی داره که بودجه‌ای که خودش میگذاره، پولی که از مالیات دهنده های خودش دریافت میکنه رو قطع بکنه؟ ببینید اون نه در موقعی که دنیا در یک شرایط بسیار اضطراری قرار داره و این سازمان میتونه که در حقیقت حلال بسیاری از مشکلات باشه. دولت ترامپ یا هر دولت دیگه میتونه منتقد این سازمان باشه، اما این انتقاد رو بگذاره برای وقتی که ما گذار کردیم از کرونا، دنیا در شرایط بسیار بهتری قرار داره و با یک اجماع جهانی برن به سراغ این که سازمان رو ترمیم بکنن، سازمان رو اصلاح بکنن، اما نه در یک شرایط بسیار استرادی. این بحث من تنها نیست، بحث بیل گیت، بحث کشورهای اروپایی است. در این شرایط نباید که شما به اصطلاح اون پولی که به این سازمان میدهد این رو قطع بکنید، این سازمان رو گروگان بگیرید با برآورد اینکه این سازمان اشتباه کرد. این به نظر من در شرایط فعلی این به دنیا ضربه میزنه. این در حقیقت یک مسئله است که به بلفر جهانی، به منافع مردم دنیا این ربط پیدا میکنه و این کار به نظر من کار بسیار بسیار اشتباه است. ممنونم از مهدی نوربخش، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هرسبرگ پنسیلوانیا. وزارت بهداشت ایران میگوید موارد بستری شدن مبتلایان به کرونا در کشور 50% کمتر شده، اگرچه در تهران روند رو به افزایش است. بر اساس ارقام رسمی مرگ و میر روزانه به یکی از پایین‌ترین حدود خود در 5 هفته اخیر رسیده. مقام های مسئول میگویند فاصله گذاری اجتماعی بسیار موثر بوده و هشدار دادند که نباید دستورها را نادیده گرفت. کس را ناجی گزارش میدهد. ارقام رسمی و اظهارات مقام‌های ایران همه حاکی از بهبود شرایط در ایران است. ظاهراً فاصله‌گیری اجتماعی، ماندن در خانه‌ها، ضد عفونی مکان‌های عمومی تا حد زیادی توانسته است از شدت و سرعت شیوع ویروس کرونا جلوگیری کند. اگرچه مقام‌های ایران هشدار می‌دهند که موج دوم و سومی هم ممکن است در راه باشد. به طور واضح عرض می‌کنم که تا کشف دارو و واکسن مؤثر علیه بیماری کرونا در اکثر کشورهای جهان حدود 2 الی 3 طغیان دیگر بیماری هم
در طی یک سال آینده، یک سال و چند ماه آینده در پیش رو خواهیم داشت. این نمودار موارد جدید بیماران به صورت روزانه است که مقام‌های ایران ارائه کردند و روند نزولی قابل توجهی را نشان می‌دهد. اما تعداد مرگ و میرهای روزانه ظرف هفته گذشته چندان امیدوار کننده نبوده. اگرچه تعداد مرگ و میرهای 24 ساعت گذشته که 76 نفر اعلام شده در پایین ترین سطح طی 5 هفته گذشته است. امروز جمعه 5/2/99. این فیلمی که دیروز بینندگان تلویزیون بی بی سی فارسی برای ما فرستادند از ازدحام مردم در تهران. با باز شدن بخشی از مراکز کسب و کار و پارک ها، بیرون آمدن خیلی ها و نادیده گرفتن فاصله اجتماعی، به گفته مقام های ایران تعداد بیماران بستری و مرگ و میرها در تهران رو به افزایش گذشته است. متاسفانه یک حجم غیر قابل پیش بینی و غیر متعارفی از حضور افراد شهروندان عزیز رو در مجموعه در واقع سطح شهر داشتیم. پیشنهاد ما این استش که حتما در رابطه با استمرار بازگشایی پارک ها و بوستان ها تجدید نظر بشه و اگرچه افراد فکر میکنن که در پارک ها و بوستان ها به دلیل اینکه غیر مثقف هستن ممکنه که شرایط بهداشتی مطلوب تری نسبت به محیط های مثقف حاصل بشه، اما تجربه میدانی یک دو روز اخیر ما نشون میده که متاسفانه تراکم جمعیت به گونه‌ای در بوستان ها و پارک ها بود که عملا بحث فاصله گذاری اجتماعی کاملا مخدوش شد. پمپ بنزینی ها و نبود دستکش و ماسک نمونه ای از بعضی از مشکلات است که حفظ نظافت و فاصله اجتماعی را مشکل کرده است و خطر واگیری را بیشتر. ما الان کلی اینجا وسایل تجهیزات خریدیم، دستکش هر ماه 3 روز 4 روز یه بار دستکش می‌خریم. بسته 170,000 تومان شده دستکش. با این وضعیت ما میتونیم همیشه تهیه کنیم یا یه نهادی باید باشه که بیناره برای ما بده ما به هم ارائه بده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز خواهان ادامه رعایت محدودیت ها و فاصله گیری اجتماعی شد. او گفته است حتی با رعایت محدودیت ها ایران ممکن است تا آخر سال جاری همچنان گرفتار ویروس کرونا باشد. چیزی که به گفته او نیاز به برنامه ریزی طولانی تر دارد. کسرانجی بی بی سی. حکومت افغانستان میگوید هفته گذشته مرگبارترین هفته برای غیر نظامیان بوده. به گفته شورای امنیت ملی افغانستان، گروه طالبان بعد از امضای توافقنامه صلح با آمریکا هم دست از خشونت بر نداشتند. طالبان اما گفتند که در توافق با آمریکا هیچ محدودیتی درباره حمله به نیروهای افغان تعیین نشده. همزمان با افزایش حملات طالبان، ناتو و آمریکا خواهان کاهش خشونت شدند. نسرین نوا از کابل گزارش میدهد. میدان جنگ در افغانستان هنوز گرم است. با وجود تفاهم نامی صلح میان آمریکا و طالبان که حدود 2 ماه پیش به امضا رسید. تفاهم نامی که انتظار می رفت آب سردی بر آتش جنگ میان طالبان و نیروهای نظامی افغان باشد. مطابق این تفاهم نامه تا حالا باید 5000 زندانی طالبان از بند دولت افغانستان آزاد می شد و مذاکرات بین دو طرف آغاز. رهایی زندانیان شکل گرفت اما هنوز تصویری از مذاکرات طالبان و دولت افغانستان روشن نیست. دولت تاکنون 550 زندانی طالب را آزاد کرده و طالبان در مقابل 60 زندانی دولت را. این رهایی در حالی صورت می‌گیرد که دولت از شدت حملات طالبان شاکی است. وزارت دفاع می‌گوید این گروه روزانه دست کم 10 حمله انجام می‌دهد. شورای امنیت هم اعلام کرده در 2 ماه گذشته طالبان بیش از 2800 حمله انجام داده که در نتیجه بیش از 780 غیر نظامی قربانی شدند. هفته گذشته هم مرگبارترین زمان برای غیر نظامیان پس از امضای توافقنامه آمریکا و طالبان اعلام شده. اگرچه این گروه در این مدت به حملات بزرگ انتحاری در شهرها دست نزده، اما حملاتشان به پاسگاه‌های نظامی همچنان ادامه دارد. طالبان گفته در تفاهم نامه با آمریکا هیچ موردی از کاهش و توقف جنگ با نیروهای دولتی وجود ندارد. کارشناسان معتقدند عملکرد نظامی این گروه در این بازه زمانی برای کسب امتیازهای سیاسی در روند صلح است. به عنوان مؤثرترین روش برای تضمین موفقیت سیاسی طالبان و تضمین حضور
طالبان در مناسبات آینده قدرت هست و از طرف دیگر طالبان نگرانی هستند که با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا هنوز گام عملی در ارتباط با تطبیق مواد توافقنامه صلح قطر برنداشته، اعلان آتش بس یا کاهش حملات نظامی ممکن است که به مرور زمان بخش نظامی طالبان را ضعیف بسازه. و اختلاف سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله که هر دو ادعای برد در انتخابات ریاست جمهوری دارند، چشمانداز صلح را تاریک کرده. کمیسیون انتخابات افغانستان دو ماه قبل اشرف غنی را رئیس جمهور منتخب اعلام کرد. اما عبدالله عبدالله این را نپذیرفته و همزمان مراسم تحلیف برگزار کرد. ناتو به تازگی از دولت افغانستان خواسته با تشکیل حکومت فراگیر به این بحران سیاسی نقطه پایان بگذارد. زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، از این اعلامیه استقبال کرده و در رشته توییتی گفته آنها نیاز برقراری آتش بس برای امور بشری را تکرار نمودند تا به مدیریت شیوع کووید 19 کمک شود. از طالبان تقاضا نمودند تا خشونت را کاهش دهند. از حکومت افغانستان خواستند تا بحران سیاسی را پایان بخشد و گفتند تمام جناح‌ها باید برای رهایی زندانیان سریع‌تر اقدام ورزند. در شرایطی که افغانستان با امکانات ناکافی ناچار به مبارزه با ویروس کرونا است، بسیاری از طرف‌های درگیر انتظار آتش بس دارند و از حکومت توقع تفاهم سیاسی. شماری معتقدند اگر اشرف غنی و عبدالله عبدالله به تفاهم برسند، راه برای تفاهم دوم هم مساعد خواهد شد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. عراق از حدود یک ماه و نیم پیش برای جلوگیری از شیوع کرونا مرزهایش با ایران را بسته است، هرچند صدور کالا از مرز کردستان عراق به شکل محدود ادامه دارد. به گفته منابع عراقی، ایران تلاش کرده عراق را به باز کردن مرز راضی کند، اما دولت عراق گفته که فعلا چنین قصدی ندارد. این در حالی است که بعضی از ناظران معتقدند ویروس کرونا بهانه‌ای شده برای مقام‌های عراقی تا از نفوذ ایران در کشورشان بکاهند. نفیس کوهنورد گزارش می‌دهد. نجف به این سکوت عادت ندارد. درهای این شهر مقدس شیعیان بیش از یک ماه است که به روی زائران بسته شده. از بیم کرونا همه ورودی های شهر مسدود است و قرار منع آمد و شد برقرار. الله اکبر، الله اکبر. تا پیش از این نجف هر ماه میزبان صدها هزار زائر بود که از شهرهای خود عراق یا کشورهای دیگر به خصوص همسایه می آمدند. در رأس آنها ایران. اولین مبتلا به کرونا هم در عراق در این شهر ثبت شد. مقامات عراقی گفتند ویروس را طلبه ایرانی که از قم به نجف سفر کرده بود با خود آورد. هنوز شبهه‌هایی درباره آمدن کرونا از ایران به عراق وجود دارد، اما فرودگاه نجف تا مدت‌ها پس از شیوع کرونا در ایران باز بود و سفرها برقرار. نعم حقیقه یعنی سبب اذیتنا الاولى هو مطار النجف. دولت به حرفمون به موقع گوش نکرد و فرودگاه سر وقت بسته نشد. اولین مورد کرونا اینطور وارد نجف شد. الان هم همه موارد کرونا در بین عراقی های مشاهده شده که از بیرون اومدن. در درجه اول اونها که از جمهوری اسلامی برگشتن، بعد ترکیه و سوریه و بعد کره جنوبی. اما بیشترین مورد از جمهوری اسلامی بود و یک مورد هم از عربستان داشتیم که مرز رو با این کشور هم بستیم. با شروع ماه رمضان، حالا فشارها بر عراق برای میزبانی از زائران در نجف و کربلا از خارج و داخل این کشور بیشتر شده. به ویژه ظاهراً از سوی ایران. هفته پیش استاندار کربلا در فیسبوکش نوشت که به سرکنسول ایران گفته تا برطرف شدن خطر کرونا از پذیرش زائران ایرانی معذورند. جوابی سری در واکنش به حرف‌های رئیس سازمان حج و زیارت ایران که گفته بود در تلاشند سفر زائران به عراق از سر گرفته شود. نه فقط مقامات دولتی که حافظان زیارتگاه ها هم در این شهرها می گویند فعلا سلامت واجب تر از زیارت است.
زیارت مستحبه، اما حفظ جان انسان ها واجب. ما در حال حاضر نمیخوایم کسی به نجف و کربلا بیاد. به زائرها احترام میذاریم، اما امیدواریم اونا هم درک بکنن. مسئله اما برای ایران فقط زیارت نیست. ویروس به تجارت هم آسیب زده. پیش از کرونا، عراق بزرگترین وارد کننده محصولات غذایی ایران بود. از 5 هفته پیش اما 4 اصلی دو همسایه، یعنی خسروی، مهران، چذابه و شلمچه به روی مسافران و کالاهای ایرانی بسته شده. از مرزهای کردستان عراق هم فقط مواد خوراکی و بهداشتی و سوخت صادر می شود که با میزان صادرات پیش از بسته شدن مرزها قابل قیاس نیست. با شروع ماه رمضان و احتمال بالا رفتن مصرف بعضی محصولات غذایی، عراق گفته مرزهایش با ایران را 2 بار در هفته فقط برای ورود 200 کامیون مواد خوراکی شاید باز کند. اما بعضی از عراقی ها از این تصمیم ابراز نگرانی می کنند. ما مخالف ورود کالاها و زائران ایرانی هستیم. منظورم این نیست که ما ضد زائرهای ایرانی هستیم، نه. اونها زائر امیرالمؤمنین هستند، اما الان اولویت سلامت وطنمونه، سلامت مردم عراق و جوانهاش. به حمایت از محصولات وطنی و مخالفت با ورود کالاهای خارجی پیش از کرونا هم در عراق بالا رفته بود. نمونه اش تبلیغات اینچنینی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. مخالفتی که سر تولیدات ایران ریتم سیاسی هم داشت. از پاییز گذشته، خیابان‌های شهرهای غالباً شیعه نشین عراق صحنه تظاهرات ضد دولتی بودند. تظاهراتی که در آن گاهی شعارهایی علیه ایران هم شنیده می‌شد. این فضا با آمدن ویروس پیچیده‌تر شده. آن هم در زمانی که عراق برای کم کردن نفوذ سیاسی و اقتصادی ایران در این کشور به خصوص از سوی آمریکا بیش از پیش تحت فشار است. کرونا همه چیز رو تغییر داده و عراق قبل کرونا با عراق بعد کرونا یکی نخواهد بود. این شامل روابط سیاسی و اقتصادیش با ایران هم میشه. معتقدم که ایران خیلی ضرر نخواهد کرد، اما این شرایط شاید چیزی رو که آمریکا دنبالش بود تا حدی تحقق ببخشه و اون محدود کردن ایران در عراق و البته این فرصتیه برای عراق برای اتکا به خودش از نظر سیاسی و تولید ملی. وقتی پهپادهای آمریکایی قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه را در بغداد کشتند، سوال‌های زیادی درباره ادامه نقش ایران در عراق مطرح شد. اما بعضی می‌گویند این ویروس است که بیش از هر چیز دیگری حالا ایران را در عراق به چالش کشیده. ان اصرت الحكومه العراقيه اگه دولت عراق اصرار میکنه که مرزها باید بسته بمونه به خاطر اینه که این تدبیر ضروریه، اما ایرانی ها در این مدت مدام اصرار رو رایزنی کردن که مرز باز شه. من نمیگم که نفوذ ایران کم شده، نه، این نفوذ به این راحتی ها کم نمیشه، اما برای اولین بار ایران به این شکل نمیشنوه و میبینه که دولت عراق سر تصمیمش مصمم ایستاده و مصلحت عراق و عراقی ها رو در اولویت قرار داده. این پیامیه برای ایران که باید ورود و حضور و نفوذش رو محدود کنه. کرونا مرزها را بست، شهرها را خلوت کرد و حضور آدمها در زندگی روزمره یکدیگر را کمرنگتر. حضور ایران در عراق هم احتمالاً از گزند این ویروس در امان نباشد. حفظ رابطه با فاصله گذاری شاید فعلاً تنها گزینه پیش روی ایران باشد. نفیسه کوهنورد، BBC. درست 40 سال پیش عملیات کماندوهای آمریکایی برای خارج کردن گروگان‌ها از سفارت آمریکا در ایران شکست خورد. عملیاتی که قرار بود پایان بخش بحران گروگانگیری باشد. با ورود چند هواپیما و هلیکوپتر به حریم هوایی ایران مأموریت آغاز شد. ولی کمی بعد از آغاز عملیات 3 هلیکوپتر دچار نقص فنی شدند.
هنگام بازگشت طوفان شن باعث تصادف یک هلیکوپتر و هواپیمای ترابری شد و 8 نفر از کماندوهای آمریکایی کشته شدند. بعد از آن جمهوری اسلامی اعلام کرد که عملیات نظامی آمریکا به علت طوفان در کویر حاشیه طبس شکست خورده و حتی بعضی از مقامات از آن به عنوان امداد غیبی یاد کردند. جان سنو خبرنگار کانال 4 بریتانیا اولین خبرنگار خارجی بود که به محل این حادثه در طبس رسید و گزارشی تاریخی تهیه کرد. بخشی از این گزارش رو می‌بینید. The landing site the Americans chose was محل فرودی که آمریکایی‌ها انتخاب کرده بودند از دل این کوه‌ها می‌گذشت، در بیابانی دوردست، کیلومترها دور از آبادانی، اما در همان نزدیکی جاده‌ای بود که هر ساعت ده‌ها خودرو از آن می‌گذشت. ما هم سوار مینی‌بوسی شدیم، همچون شاهدان ایرانی واقعی دیر هنگام پنجشنبه شب پیش. روزانه 2 تا 3 مینی‌بوس مسیر 14 ساعته طبس تا یزد را می‌رفت. آمریکایی‌ها به نظر فکر نمی‌کردند که همان زمانی که اینجا بودند یکی از این مینی‌بوس‌ها رد شود. مسافران قبل از آن که عملیات نجات نقشه برآب شود به محل رسیده بودند. ساعت 9:30 شب بود، مسافران از مینی‌بوس پیاده شدند و از نزدیک شاهد چیزی بودند که دنیا حالا دارد در موردش حرف می‌زند. به نظر اول هلیکوپترها فرود آمدند، 6 فروند. در کنار هر کدام آنها این تصویر از قوطی کنسروهای خالی، این داخل هلیکوپتری که سالم مانده، تفنگ، گلوله، کمک‌های اولیه، لوازم استتار، تجهیزات رادیویی. در بیرون پمپ‌های سوختگیری هم بود، اما هیچ نشانی از امکانات راهنمایی فرود دیگر پرنده‌ها دیده نمی‌شد. A tanker moved towards the landing site. We met its driver who we found inspecting. در گزارش جان سنو این حادثه با جزئیات کامل شرح داده میشه. این گزارش شامل مصاحبه با یک شاهد حادثه و تصاویر کمتر دیده شده از صحنه عملیات. اینجا قلب فاجعه است. اول به نظر میرسد این لاشه یک هواپیمای غول‌پیکر ترابری 330 باشد، اما این دکل روتر یکی از هلیکوپترهای عملیات نجات آمریکایی است. اینجا پارک شده بود، بلند شد، موقعیتش اشتباه بود و رفت در دل هواپیمای هرکولس، روایتی که حداقل آمریکایی‌ها چند روز اخیر گفتند. اما ترکیبی از عواملی که ما به آن دست یافته‌ایم می‌گوید این هواپیمای هرکولس بوده که به هلیکوپتر زده. جان سنو بود. منصور فرهنگ نماینده پیشین ایران در سازمان ملل که فردای حادثه طبس از مقام خودش استعفا داد از نیویورک ماست. آقای فرهنگ چی شد؟ چرا استعفا دادید؟ من پذیرش این پست بر این مبنا بود که بتونم نقشی در حل مسالمت جویانه گروگانگیری ایفا بکنم. یعنی من این پست رو در تاریخ 17 دسامبر 1979 پذیرفتم. یعنی من در آمریکا بودم، 10 دسامبر 1979 رفتم ایران و وقتی قدساده از من خواسته بود که سفارت ایران در سازمان ملل رو بپذیرم، من میدونستم تنها کسی که قدرت خلاصی گروگان‌ها رو داره آیت الله خمینیه. بنابراین با قدساده و آقای منتظری از وزارت خارجه ایران سوار هلیکوپتر شدیم و رفتیم قم. جالب‌ترین خاطره ای که من از اونجا دارم که امید من رو از نظر دیپلماسی افزایش داد این بود که من وقتی با آیت الله منتظری توضیح دادم که این چه فاجعه‌ای برای منافع ملی ایران میتونه باشه، او به من گفت داستان برادر حاتم طایی رو شنیدی؟ گفتم خیر. گفت برادر حاتم طایی شروع کرد به حاتم بخشی کردن، ولی همه اسم برادرش رو بردن و توجهی به خود او نداشتن. اینکه سرانجام تصمیم گرفت که بره در چاه زمزم کار خلافی بکنه، بعد از این کار او معروفیت پیدا کرد. حالا آیت الله خمینی گفت حالا امام هم در چاه زمزم همون خطا رو کرده و خوششه که دنیا داره راجبش صحبت میکنه. من وقتی شنیدم که آقای منتظری مخالف گروگانگیریه، نه تنها خودم امیدوار شدم، بلکه به نظرم انگیزه مهمی بود که شغل رو بپذیرم و دقیقاً صحبت‌های او رو به کرت والتان در کل سازمان ملل متحد منتقل کردم که او هم فکر کرد اگر منتظری بر ضد گروگانگیری برای کار کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد امید وجود داره. و چطور شد که ناامید شدید و استعفا دادید؟ برای اینکه این کمیسیون تشکیل شد و رئیس این کمیسیون که خودش
محمد بجاوی سفیر الجزیره در سازمان ملل متحد بود و چون الجزیره در اون موقع مورد حمایت و مقبولیت زیاد ایرانی رهبران ایران بود، من با او صحبت کردم، گفتم این خیلی مهمه که شما این شغل رو بپذیرید و او از طرف دولت خودش هم با ایرانی ها تماس گرفت و بعد از این که کم و بیش مطمئن شد که ایران و آقای خمینی آمادگی این کار داره، این شغل رو پذیرفت. اینها پنج نفر بودن، رفتن ایران، قرار بود پنج روز بمونن. اول گروگان ها از سفارت خونه به صلیب سرخ منتقل بشن و بعد آزاد بشن، ولی اینها همطور که میدونیم 17 روز اینها رو در ایران معطل کردن، پرخاشگری بهشون کردن، تمام کاغذهایی که داشتن پاره کردن و اینا دست خالی برگشتن به آمریکا. بازگشت او به آمریکا خیلی روشن بود که گروگانگیری دیگه از راه دیپلماسی امکان حلش بسیار کمه و خیلی جالبه که پرزیدنت کارتر درست یک ماه بعد از گروگانگیری بر مبنای خاطرات خودش و خاطرات دیگران از جمله گریسیک، یک ماه بعد از گروگانگیری از وزارت دفاع آمریکا خواسته بود که عملیات ویژه‌ای رو تحریزی بکنن برای خلاصی گروگان‌ها، ولی وقتی امید گروگانگیری پیش اومد پرزیدنت کارتر این کار رو به کلی به تعویق انداخت و تا 16 آوریل 1980 بود که او دستور داد این عملیات انجام بشه. و خیلی جالبه که در مطالعاتی که بعد از این ماجرا از طرف کارشناسان انجام شده، بسیاری از رهبران وزارت دفاع آمریکا، یعنی ارتش، نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و تفنگداران نیروی دریایی که این چهار گروه با هم همکاری میکردن، بسیاری از این افراد این برنامه رو، یعنی این عملیات پنجه عقاب رو بسیار بسیار پیچیده و سخت میدیدن و بعضی از اونها میگفتن این یک اقدام خودکشی است. و بالاتر از اون، من با دو نفر از گروگان‌های گذشته صحبت کردم در این مورد که هر یکیشون دانش و اطلاعات وسیعی راجع به ایران داره، میگفت ما خیلی خوشبختیم که اینها نتونستن به تهران بیان، برای اینکه اگر این افراد به تهران اومده بودن قربانیان بسیار وسیع‌تر بود و پیامدش خیلی خشن‌تر و بیشتر از اون بود که بخواد در صحرای بیابون اتفاق بیفته. بنابراین بعد از این این نیروهای ویژه آمریکا در یک روند بسیار وسیع ساختاری و به اصطلاح اشتباهات گذشته و تغییراتی که لازم بود در این نیروها بدن، که در واقع این باعث شد، نتیجه نظامی این کار این بود که نیروهای ویژه آمریکا در یک بازسازی ساختاری برن، ولی پیامدهای سیاسی هم داشت که در درجه اول شکست کارتر و موفقیت رانالد ریگان. آقای فرنگ، شما گفتید که با آقای منتظری گوشزد کردید که چقدر این اتفاقی که افتاده میتونه برای ایران پیامد داشته باشه. خب در تمام این 40 هم در مورد پیامداش حرف زدیم، ولی آنچه که در فضای امروز داره اتفاق میفته بین ایران و آمریکا، به نظر شما تا چه اندازه گروگانگیری مسئله مهمیه و مسئله است که هنوز حل نشده و سنگینی میکنه؟ خیلی جالب، تمام افرادی که امروز در کنگره آمریکا هستن، چه در مجلس سنا و چه در مجلس نمایندگان و به طور کلی در نهادهای دولتی، 40 قبل یا دانشجو بودن یا در دوره جوانی بودن که این مسئله گروگانگیری که با این فاجعه عملیات پنجه عقاب یک در واقع برای آمریکا یک تحقیر و سرفکندگی وسیع ایجاد کرد و گروه‌های لیبرال، گروه‌های مترقی که از پرزیدنت کارتر به دلیل حمایت از حقوق بشر فعالیت‌های وسیعی کرده بودند، لیبرال‌ها از این جهت ایران رو مسئول می‌دونستند و دست راستی‌ها، محافظه‌کاران هم به شکل دیگری. بنابراین یه حالت ضدیت و انتقام‌جویی در افکار عمومی آمریکا نسبت به ایران وجود داره که حتی امروز بسیاری از کسانی که از این تحریم‌های وسیع علیه ایران انتقاد می‌کنند، یک کلام مثبت راجع به ماهیت رژیم ایران و یا امید به اینکه ایران یک عضو معمول روابط کشور جهانی بشه نمی‌بینن. یعنی هنوز اون حس انتقام‌جویی و اون ضدیت
که مربوط به گروگانگیری است و پیامدهای وسیع واقعا سیاست آمریکا رو عوض کرد. یعنی بدون گروگانگیری جمهوری خواهان هرگز نمیتونستن به قدرت برسن در اون زمان و تغییراتی رو در سیاست و اقتصاد آمریکا بدن که با مخالفت وسیع لیبرال ها روبرو بود. بنابراین این ضدیت و حس انتقام جویی نسبت به ایران محدود به یک حزب نیست، بلکه در قالب سیاستمداران و ناظرین سیاسی در آمریکا هنوز این حس وجود دارد. های فرهنگ وقت زیاد نداریم، فقط یک دقیقه. گذشته ها در هر صورت گذشته، ولی آیا میشد مشکل رو حل کرد؟ شما به عنوان سفیر ایران میتونستید مشکل رو حل بکنید اگر همکاری با شما صورت میگرفت؟ واقعیت امر این بود که در اون زمان اگر آقای خامنه‌ای میخواست بر مبنای منافع ملی ایران عمل بکنه، این امیدی که ما داشتیم، امیدی که بنی صدر داشت، امیدی که قدساده داشت، ولی این تصور که آقای خامنه‌ای به کلی بی توجه به منافع ملی یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران باشه و این رو وسیله... منظورتون آقای خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ایه دیگه؟ بله دقیقاً. و این رو گروگانگیری از نظر خمینی و مقبولیت او در نیروهای ضد آمریکایی در منطقه خیلی به نفع او تموم شد. یعنی گروگانگیری از نظر سیاسی برای شخص خمینی و ثبات رژیم خمینی مؤثر و مفید بود، ولی برای مردم ایران یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران یک فاجعه تاریخی بوده. بنابراین ما به طور کلی فهم و درک ما از نیت و تفکر آقای خمینی در اون زمان بسیار بسیار ضعیف بود که این واقعا من 6 ماه بعد از رژیم ایران وقتی کشف اسرار خمینی رو خوندم از خودم خجالت کشیدم، شرمنده شدم که چگونه من میتونستم نسبت به این فرد این اعتماد رو داشته باشم که رهبر یک حرکت دموکراتیک در ایران باشه و من به هیچ وجه تنها نبودم. این گناه یک نفر و اشتباه یک نفر به جای خود، اون شرایط اون زمان طوری بود که بسیاری از روشنفکران و بسیاری از افراد مطلع در ایران گرفتار این اشتباه نسبت به شخص خمینی و نیت او بودند. ممنونم از منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد. شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحه امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو را بست. بسیاری از کاربران ایرانی به دعوت این خواننده رپ از دختران نوجوان برای برقراری رابطه جنسی اعتراض کردند. حساب او در اینستاگرام بیش از 4 میلیون دنبال کننده داشت. این دومین بار است که حساب اینستاگرام تتلو به دنبال اعتراض کاربران به محتوای منتشر شده بسته می شود. آیدا قجر روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. خانم قجر، شما هم کم بیش تلاش کردید که مؤثر باشید در بسته شدن این حساب کاربری. چرا؟ ببینید، شبکه‌های اجتماعی در واقع بیشتر بزرگترین محیطی هستند که میتونن آزارهای آنلاین رو پدیر بیارن و خصوصا در مورد کودکان. تازه ترین تحقیقاتی که در خود بریتانیا انجام شده نشون میده که در بین شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام بیشترین جایی هستش که آزارگران و خصوصا آزارگران کودکان اونجا میتونن اهداف خودشون رو پیدا بکنن، مواردی که میخوان روی اونها در واقع تمرکز بکنن رو پیدا کنن. حالا در ایران شبکه‌های دیگه فیلتر اینستاگرام بیشتر این دسترسی رو داره و میبینیم که چطور در واقع افراد مختلف، نه فقط آقای مقصود رو بلکه افراد دیگه هم هستن که توی این زمینه در واقع دارن کودکان رو آزار میدن یا از اونها مثل کاری که ایشون علناً انجام داده دعوت میکنن که در گیومه به همسرای ایشون بپیوندن. در مورد دختران ایشون صحبت کردن که بین 15 تا 20 سال هستن، یعنی در مورد کودکان، افرادی که زیر سن قانونی هستن و از نظر جسمانی و از نظر فکری هنوز به جایگاه قدرت تصمیم گیری و تشخیص نرسیدن. آزار کودکان فکر میکنم جاییه که هیچ کس نباید نه از نظر حقوقی نه قانونی و نه انسانی چشمش رو روی اون ببنده. خانم قجر، طرفداران آقای تتلو و همینطور گویا خودش گفتن که این حرمسرا معنا و مفهومش این نبوده که واقعا اون میخواسته حرمسرایی به معنای یک حرمسرای سلطانی راه بندازه، بلکه اسم یک گویا موزیک ویدیو هست، اسم یک آلبوم جدیده
و مقصود عملی در میان نبوده. شما که موضوع دنبال کردید تا چه اندازه این رو میپذیرید؟ البته این گفته بعد از این اقدامات اخیر پیش اومد و ایشون در صفحه تلگرامش که هنوز در اختیار داره و یوتیوبش که هنوز در اختیار داره در واقع داره این صحبت رو انجام میده و میگه که اسم آهنگ بعدیش در واقع انتخاب شده. با توجه به صحبتهایی که ما با وکلا در داخل ترکیه داشتیم، بعضی وکلای ایرانی و همینطور وکلای ترک، آیا از نظر حقوقی همین در واقع صحبتی که ایشون کردن، همین استوریایی که گذاشتن میتونه پیگرد قانونی داشته باشه؟ پاسخ اونها مثبت بوده و اینکه میشه اقدام کرد. همین امروز گروه فمینیست هایی از گروه های چپ توی ترکیه اعلامیه زدن و گفتن که این اقدام در واقع غیرقانونی باید باشه و خواستن که باهاش برخورد صورت بگیره. نمونه های قبلی بوده و حتی از وقتی که ما این رو در شبکه های اجتماعی رسانه‌ای کردیم و خواستیم که اگر افرادی هستن که توسط ایشون یا افرادی مثل ایشون، نه فقط خود آقای تتلو، افراد دیگه هستن که در شبکه های اجتماعی مورد در واقع همچین دعوت یا حتی ارتباطی قرار گرفتن به ما مراجعه بکنن، نمونه هایی داشتیم، گزارش هایی بود از کسانی که از سالها پیش در واقع این اتفاق ها براشون افتاده و میخوان که صحبت کنن و صداشون برسه و بگن که اتفاقا چطور میتونه این مسئله اونها رو مورد تهدید روحی، روانی، جسمی و جنسی قرار بگیره. و با توجه به صحبت هایی که وکلا کردن، این اقدام ایشون میتونه در واقع این برداشت رو ایجاد بکنه که برای سوء استفاده های جنسی از کودکان باشه. الان ایشون در ترکیه هستن، قوانین مربوط به حقوق کودکان در ترکیه هم رعایت میشه، قوانین اون کشور خودش رو ملزم به رعایت اونها میدونه. ممکن هست که موضوع جدیتر از بستن حساب اینستاگرام ایشون بشه؟ ببین، در قدم اول هدف این بودش که بگیم که اگر همچین مواردی هست و پیش میاد، اینها قابل پیگیری هست و اینکه میتونه به نتیجه برسه و کسانی که در واقع هر گونه مورد همچین مسائل قرار گرفتن جای اعتراض دارن، نه اینکه صداشون شنیده نشه. صفحه اینستاگرام فقط شروعش میتونه باشه، صفحه دیگه ای هست که ایشون همچنان داره همون حرفا رو تکرار میکنه و همچنان داره تاکید میکنه روی حرفاش. طبق قوانینی که توی ترکیه هست و میگم با همون طور که ما با حالا صحبت کردیم، بله ایشون میتونه در واقع علیه ایشون ممکنه که بخواد در واقع اعلام این بشه به ساختار قضایی ترکیه که با ایشون برخورد صورت بگیره و ایشون سابقه قبلی هم داره. و اینم بگم که امروز با توجه به حمله های گسترده‌ای که علیه در واقع کاربرای مختلف ایشون انجام داده، گزارش آزارهای آنلاین با اسم ایشون در پلیس بریتانیا ثبت شده توسط خانم آزاده اکبری که ایشون فعال حقوق بشر هستن و همسرشون آقای سروش هیچکس هم از جمله کسایی بودن که اعتراض کردن نسبت به این موضوع. با توجه به این که گفته میشه ایشون در صدده که به بریتانیا بره، فعلا این ثبت گزارش در پلیس اونجا هم انجام شده و مسئله اینه که اینجا دیگه طوری نیست که قوانین حمایت نکنه، چه در ترکیه و چه در اتحادیه اروپا و کشورهایی که حداقلی از حقوق انسانی رو میتونیم بگیم که رعایت میکنن و براشون مهمه، قابل پیگرد قانونی هست. خانم قجر، هیچ تلاشی شده که با خود آقای مقصودلو تماس گرفته شده باشه و توضیحی از ایشون خواسته شده باشه؟ شماره تماسی که بود و من سعی کردم با ایشون تماس بگیرم، اما پاسخی شخصا خودم نگرفتم. اما قبل از اینکه اصلا بخواد تماسی گرفته بشه، بعد از اینکه ایشون اون پستای اولیه رو گذاشت، هدف مشخص انتخاب کرد و شروع کردش توی استوری های بعدی که در واقع منتشر میکرد به همین خانم آزاده اکبری حمله های شخصی بکنه و راه رو در واقع شاید برای هر گونه گفتگویی به نوعی برای افراد دیگه بسته باشه یا کسانی باشن که آزار دیده باشن و جرأت این که بخوان صحبت بکنن رو نداشته باشن. و الان میگم گزارش هایی که به ما میرسه اینه که نه، افراد زیادی هستن که میخوان صحبت بکنن و ایشون با توجه به صحبت هایی هم که داره انجام میده، از دیشب دوباره توی لایو یوتیوبش صحبت کرده، امشب همین در این برنامه شما همچنان لایو یوتیوبش بود و با در واقع تهدید، حتی تهدید به مرگ ما داشتیم، تهدید و فحاشی سعی کرده که بگه که آن چیزی که علیهش داره اتفاق میفته اتفاقا جای جرم نیستش و اون کاری که اون داره میکنه کمک به کودکانه و به نظر میرسه که کاملا از حقوق کودکان و کاملا از قوانین بین المللی و انسانیشون بیخبر هست. آقای تتلو در ایران به ارتداد متهم شدند، وضعیت
حقوقی نامشخصی در اونجا دارند. فکر نمی‌کنید که اگر تلاش‌ها بیشتر بشه ممکنه که دولت ترکیه ایشون رو به ایران مسترد بکنه و جان ایشون در خطر قرار بگیره؟ کوتاه لطفاً. در همین صحبت‌هایی که ما با وکلا داشتیم و همین کارگروه‌هایی که در واقع شکل گرفته و دارن در 24 ساعت گذشته فعالیت می‌کنن، یکی از مسائل مهم دقیقاً همین مسئله بوده که مسلماً هیچ کس حاضر نخواهد بودش که ایشونو به دست دستگاه قضایی بسپره که صلاحیت رسیدگی حتی به کسانی که داخل ایران مجرم‌هایی هستن نه حتی متهم داشته باشه. و برای همین ساختار قانونی ترکیه هم تا جایی که با کلام ما گفتن این مسئله رو رعایت میکنه که خطر بیشتری برای ایشون برای بازگشتش نباشه، اما به هر حال باید برخورد قانونی باشه. و مسئله اینه که اون اتفاقی که برای ایشون افتاده و شرایطی که داره حاشیه امنی نیست برای اینکه بخوان اقدامات خلاف قانونی بکنن و حقوق انسانی افراد رو زیر سوال ببرن. ممنونم از آیدا قجر، روزنامه‌نگار در پاریس. و اما ما از سایت اینستاگرام پاسخ خواستیم، با اونها در تماس بودیم. پاسخ اینستاگرام به بی بی سی فارسی درباره بستن حساب امیرحسین مقصودلو این بوده که هیچ محتوایی رو که کودکان رو به خطر بندازه این سایت تحمل نمی‌کنه و همینطور گفته شده که حساب امیرحسین مقصودلو موسوم به تتلو رو برای این بستند که مقررات این شبکه اجتماعی رو زیر پا گذاشته بود و به او اجازه داده نخواهد شد که از شبکه اجتماعی اینستاگرام استفاده بشه. بله، بی بی سی فارسی با سایت اینستاگرام تماس گرفت و از اونها در زمینه بسته شدن حساب امیرحسین مقصودلو مشهور به تتلو پرسیدیم. سایت اینستاگرام گفته که محتوایی که کودکان رو با خطر مواجه بکنه تحمل نمی‌کنه، این جزئی از مقررات این شبکه اجتماعی است. و همینطور اشاره کردن که حساب آقای تتلو به این دلیل بسته شده که مقررات این شبکه اجتماعی رو در این زمینه زیر پا گذاشته بود و دیگه به اون اجازه داده نخواهد شد که از شبکه اجتماعی اینستاگرام برای کارهای خودش استفاده بکنه. در صورت ممنونم از شما که با این برنامه 60 دقیقه تا پایان همراه بودید. دعوت میکنم که اگر موفق نشدید برنامه 60 دقیقه را از اول ببینید، حتما به سایت ما مراجعه بکنید. برنامه 60 دقیقه اونجا دوباره پخش میشه. و اینکه به یوتیوب ما مراجعه بکنید، در اونجا هم به شکل زنده و هم به شکل بازپخش میتونید 60 دقیقه رو ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.